سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به این ویژه برنامه خبری در تلویزیون فارسی بی بی سی. من رنا رحیم پور هستم. مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرمان در جریان است. یکی از مسئولان مراسم گفته که به علت ازدحام جمعیت خاکسپاری انجام نخواهد شد و زمان دفن بعداً اعلام می‌شود. قرار است در کرمان زادگاهش به خاک سپرده شود. بنا به گزارش‌ها گروهی از حضار در این مراسم کشته و زخمی شد. قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس، معاون فرمانده گروه هشت شعبی، در ساعات اولیه جمعه 13 دی ماه در حمله آمریکا به دستور مستقیم دونالد ترامپ در بغداد کشته شدند. فرین آسمی همکارم جزئیات این خبر رو دنبال کرده و اینجا با ماست. فرین، چه در کرمان چه اتفاقی داره میفته و این عده‌ای که کشته شدن چرا جانشون از دست دادن؟ همونطور که گفتید، مراسم تشییع جنازه در حال برگزاری بود که ناگهان خبر اومد که تعدادی از افرادی که شرکت کرده بودند در این تشییع جنازه به دلیل اینکه زیر دست و پا موندن و به دلیل ازدحام جمعیت جون خودشون از دست دادن. رئیس اورژانس ایران فقط تراکم جمعیت رو دلیل اون دونسته و گفته تعدادی هستن، نام نبرده که چند نفر هستند، ولی باشگاه خبرنگاران خودش اعلام کرده که 35 نفر کشته شدند و 48 نفر زخمی شدند. هنوز این آمار تایید نشده، البته باشگاه خبرنگاران هم گفته که این آمار اولیه هست. به نظر میرسه که به دلیل ازدحام جمعیت بوده. از طرف دیگه صحبت‌هایی شده بود در مورد اینکه امکان اینکه احتمالاً حادثه‌ای رخ داده باشه، بمبی گذاشته شده باشه، که مدیر کل امنیتی و استانداری استان کرمان گفته که این شایعه رو تکذیب میکنه و اصلا اینطوری نبوده و به گفته او کسانی که از حضور بی‌نظیر مردم در این مراسم ناراحت بودند این شایعات رو راه انداختن و اون هم گفته که به دلیل ازدحام جمعیت این اتفاق افتاده. در مراسم امروز خب تعداد زیادی شرکت کردن، جمعی از فرماندهان هم حضور داشتن، از جمله محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه بوده. میدیدیم که تصاویری که از ایران اومده نشون میداد که با فرمانده‌های دیگه نشستن و صحبت میکنن. حسین سلامی فرمانده سپاه در کرمان بود امروز، صحبت کرد، از انتقام سخت صحبت کرد. انتقام سخت کلمه‌ای بود که آیت الله خامنه‌ای بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی اون رو استفاده کرد و گفت از آمریکا انتقام سخت می‌گیریم. بشنویم و ببینیم صحبت‌های حسین سلامی رو در کرمان و بعد بیشتر توضیح می‌دیم. آخر را اول می‌زنم، انتقام می‌گیریم، انتقام میگیریم، سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید. سپهبد شهید ما، معمار شکست های 4 دهه پی در پی آمریکا از مسلمانان عالم است. شهید قاسم سلیمانی، از قاسم سلیمانی برای دشمن خطرناکتر است. فرین، مشخصه که لحن خیلی تندتر شده، همه از انتقام صحبت میکنند و کلن فضای پرتنشیه. علاوه بر اینکه از انتقام صحبت میکنن، مثلا میتونم بگم آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه امروز صحبت هایی کرد که زیاد مناسب یک وزیر خارجه یا یک دیپلمات نبود. مثلا رئیس جمهور آمریکا رو گستاخ نامید. صحبت کرد آقای ظریف در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی، صحبت‌های کرد که خیلی لحن تندی داشت. اگر موافق باشی اون رو هم ببینیم و بعد راجع به لحن بقیه مقامات صحبت کنیم. آمریکا با ترور یکی از مقامات ارشد نظامی ایران باب روش‌هایی را باز کرده است که دیر یا زود گریبان خودش را از شرق تا غرب عالم خواهد گرفت. اما در یک جمله، پایان حضور شرور آمریکا در منطقه غرب آسیا آغاز شده است. این بار قمار بزرگی کردند و بدانند وعده الهی تخلف ناپذیر است که حق پیروز است.
فرین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم صحبت از سناریوهای درباره انتقام کرده. از اون سناریوها چی می‌دونید؟ درسته، آقای شمخانی امروز صحبت کرده، گفته تاکنون 13 تا سناریو برای انتقام از آمریکا در نظر گرفته شده در پاسخ به کشته شدن آقای سلیمانی، و حتی ضعیف‌ترین این 13 تا سناریو هم یک کابوس تاریخی برای آمریکا هست. یه چیزی که به غیر از لحن تند مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی این چند روز ما داریم میبینیم، مخصوصا از دیروز، اینه که مثلا آقای شمخانی امروز صحبت‌های حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو تکرار کرده. آقای نصرالله در واکنش به کشته شدن آقای سلیمانی اومد گفت که سربازهای آمریکایی به صورت عمودی با پای خودشون اومدن به منطقه و ما یه کاری می‌کنیم که اینها به صورت افقی و با تابوت برگردن. آقای شمخانی دقیقاً امروز این حرف رو تکرار کرد و گفت سربازان آمریکایی به صورت افقی دارن اینجا رو ترک خواهند کرد، منطقه رو. مثلا دختر آقای سلیمانی، زینب سلیمانی، هم دیروز سخنرانی کرد، در اون از واژه عموی عزیزم استفاده کرد برای حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، گفت عموی عزیزم آقای نصرالله اسم برد، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس رو نام برد، حتی عبدالملک حوثی بشار اسد، همه اینها رو نام برد به عنوان عموهای عزیزش و گفت که اینها هر کدوم از اینها به گفته او برای از بین بردن ترامپ کافی هستن و میتونن که ترامپ رو از بین برن. یک هماهنگی وجود داره بین، الان داریم میبینیم که از دیروز تا حالا صحبت‌های مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی مقدار نگاهشون به سمت شاید حزب الله لبنان و گروه‌های مانند اون هست و مثلا حماس هست. این چیزی بود که در صحبت‌های آقای شمخانی هم امروز دیده می‌شد. ولی در مجلس هم بسیار فضای پرتنشی بود و راجع به حتی بحث کمک مالی به نیروهای مقاومت مطرح شد. دقیقاً امروز در مجلس یک طرح سفاریتی برای تروریستی دونستن وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون برای به گفته اونها انتقام سخت تصویب شد. نمایندگان این طرح سفاریتی رو تصویب کردن، اعضای شورای نگهبان، حقوقدانان و فقهاش اونجا حضور داشتن. معمولا وقتی که یک طرح فوریتدار قراره که تصویب بشه، فقهای شورای نگهبان هم شرکت میکنن در اونجا تا سریعتر تصویب بشه. اونها هم حضور داشتن، 232 نفر حضور داشتن در جلسه مجلس. طرح با 288 رأی موافق، 0 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب شد. همچنین علی لاریجانی یکی از کسایی بود که لحنش تندتر شده نسبت به قبل. آقای ترامپ رو گفت که ترامپ احمقانه اعلام کرد به گفته او که باید زودتر سلیمانی رو حذف میکرد و این خیلی به ضرر آمریکا خواهد بود. بودجه دو ماه آخر سال رو، فقط برای دو ماه آخر سال 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران در نظر گرفته مجلس و گفته که به خاطر حمایت از نیروی قدس بعد از کشته شدن آقای سلیمانی این بودجه رو در اختیار اونها قرار میده. همچنین به غیر از، میدونیم که در اردیبهشت ماه در واکنش به اینکه آمریکا سپاه رو در فهرست تروریستی قرار داده بود، نمایندگان مجلس سریع تصویب کردن که فرماندهی مرکزی آمریکا رو در فهرست تروریستی قرار دادن. امروز علاوه بر اون مسئله، پنتاگون و همه فرمانده‌های آمریکا رو که جمهوری اسلامی اونها رو عامران کشته شدن قاسم سلیمانی میدونه، در این فهرست قرار داده. و خلاصه امروز در مجلس خیلی روز پرکاری بوده و همچنین نماینده‌های بیانیه داده، یه نامه نوشتن به رهبر جمهوری اسلامی و ازش خواستن که حتما این انتقام سخت از آمریکا گرفته بشه، این وعده‌ای که آقای خامنه‌ای داده بود و خواستن که عملی بشه. متشکرم فرین عاصمی همکارم در استودیو. با ما اجازه بدید که بریم به کرمان، جایی که مراسم تشییع قاسم سلیمانی در جریان. البته اضافه بکنم که به دلیل اینکه مقام‌های ایران به بی بی سی فارسی اجازه فعالیت در این کشور رو نمیدن و بسیاری از رسانه‌های دیگر رو، ما مجبوریم از تصاویر پرس تیوی استفاده بکنیم و تأکید میکنم این تصاویر از زاویه دوربین پرس تیوی هست و نه زاویه دوربین بی بی سی یا دیگر خبرگزاری های مستقل. همونطور که میبینید جمعیت زیادی برای شرکت در مراسم تشییع قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس حضور پیدا کرده، اما به گفته باشگاه خبرنگاران جوان 35 نفر به دلیل ازدحام زیر دست و پا جونشون رو از دست دادند و 48 نفر هم مجروح شدند. یکی از مقام‌های مسئول برگزاری این مراسم خبر داده که فعلا خاکسپاری به دلیل ازدحام جمعیت به تعویق افتاده و این خاکسپاری تاریخش بعداً اعلام خواهد شد.
و اما حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن با ماست. آقای علیزاده، ادبیات چه مقام‌های نظامی چه مقام‌های سیاسی به سمت ادبیات انتقام پیش رفته، فشار بر آیت الله خامنه ای برای انتقام زیاده، آیا چاره‌ای به جز انتقام گیری داره؟ بله داره. ببینید، بحث انتقام گرفتن، اگرچه صحبت از بحث انتقام سخت هستش، نباید در نگاه آیت الله خامنه ای هرگز نباید منتهی به حذف نظام بشه، یعنی اولویت نظام. آقای سردار سلیمانی به رغم تمامی نام بزرگی که در ایران داشته، سربازی از سربازهای نظام بوده و حفظ نظام از اوجب واجبات هستش. در معادلاتی که الان در ایران در حال بررسی هست، این قد نکته قابل خواندن است که آیا هر اقدامی موجب این خواهد شد که آسیب جدیتر از گذشته به نظام وارد بشود یا نه. ببینید، بگذارید به زبان بسیار ساده من مثالی برای شما بیارم. در این شرایط پر شور و شعف و هیاهو و انتقام و خون طلبیدن، در کسی در جایگاه دختر آقای سلیمانی وقتی بحث از انتقام را مطالبه می کند، از عمویش سید حسن نصرالله تقاضا کرده و نه از رهبر جمهوری اسلامی که رأس بالای سر حاکمیت هستش. در اونجا اگر همین دختر جوان موج رو به طرف رهبری می برد، واقعا فشار بیشتری بر رهبر می آمدش، در حالی که شما ببینید از عمویش سید حسن نصرالله. سید حسن نصرالله به حال یک جریان در درون حزب الله هستش، در درون لبنان هستش، اون هم مقتضیات کشور خودش رو هم در نهایت باید مقایسه کنیم. بگذارید مثال ملموس تری بزنم. در این شور و شعف و هیاهو و خون طلبیدن، وقتی که به همین راحتی در مجلس 200 میلیون دلار در یه روز برای دو ماه من تصویب میکنن، تمام پنتاگون و ارتش آمریکا میشه نیروی تروریستی، آیا در اون جلسه اضطراری که تشکیل دادن جاش این نبودش که به جای اینکه گام پنجم کاهش های تعهد رو بردارن، میمدن گفتن ما از پروتکل الحاقی بیرون میریم، نمیذاریم دیگه ساز آژانس بیادش رو ما نظارت داشته باشه. اصلا بالاتر از این، در این شرایط این چنینی واقعا امکانش بود از ظرفیتش وجود داشت بیا ما از NPT خارج میشیم، کلا درش همونطور که کره شمالی کرد. کره شمالی در سال 2003 در فشارهای کمتر از امروز ایران، یعنی از فرماندهان عالی رتبه کره شمالی کشته نشده بودند در مقابل آمریکا. الان به قول خود آقای سردار سلیمانی بود یا کدوم بودی گفته بودی که ستون فقرات سپاه پاسداران آسیب دیده با حذف آقای سلیمانی. ما خب تو این شرایط حتی میتوانستید به سادگی در این فضای پر بگید که ما از MPT هم خارج شدیم، کسی دیگه نمیاد. اصلا هیچ صدای مخالفی در ایران نمیتوانست جلوی شما رو بگیره. خب من میخوام نتیجه گیری کنم بسیار کوتاه، و اون این که درقم تمام این خون طلبیدن ها به نظر من در اون اتاق های فکر، در اون جاهایی که باید بنشینن و فکر بکنن، ذریبی از تعقل دیده میشود. این که این حادثه ها نباید انتقام مستقیم از آمریکا باشد، با عنایت بر اینکه جمهوری اسلامی قویاً قدرت ایذایی بسیار بزرگی رو در سطح منطقه داره، از قدرت منطقه خودشون استفاده بکنن، همچنان که دختر آقای سلیمانی میگه آقای سید حسن نصرالله انتقام. آقای علیزاده، سوال اینجاست که با توجه به اینکه به هر حال روابط این گروه‌های ایذایی با ایران روابط آشکاریه، فکر می‌کنید که حمله انتقام جویانه توسط هر یک از این گروه‌ها، حزب الله لبنان، کتائب حزب الله در عراق، که منجر به آسیب به نیروهای آمریکایی بشه، به معنی واکنش تند آمریکا نخواهد بود؟ ما دیدیم که به هر حال شروع این موج جدید بعد از این بود که یک آمریکایی توسط کتائب حزب الله در خاک عراق کشته شد. یعنی اساساً هر اتفاق رو الان آمریکا به پای ایران می‌نویسه. کاملا درسته. ببین، اینجا برمیگرده به سیاست اعلام شده آمریکا که هر چیز رو به پای ایران می‌نویسه. اما بایستی توجه داشته باشیم، به هر حال آقای ترامپ هم به شرایط داخلی خودش نگاه می‌کنه. ببینید، هیچ کس، نه من، نه شما، نه هیچ کس دیگر، واقعا تصور
این واکنش عظیمی که در عراق و ایران اتفاق افتاده، این حجم از تشییع جنازه وسیعی که برای آقای سلیمانی اتفاق افتاد، من فکر می‌کنم آقای ترامپ هم این فکر رو می‌کرد. من پیشتر گفته بودم، امروز هم میگم، اگر از من بپرسید چگونه چه چیزی منجر شد که آقای ترامپ تصمیم سختی رو بگیره، حوادث آبان ماه بوده. او در اونجا دیدش که در چه شکاف عظیمی بین این حاکمیت و ملت اتفاق افتاد. به قول مسئولین گفته بودن در جز دو استان در تمام استانها آشوب شده بود. حالا همین مرگ و آقای جان باختن آقای سردان سلیمانی در جایی که گفته بودن، در جایی که آقای زاهدی رو شما برنامه‌شون رو پخش، آقای چردشیر زاهدی به میان میآید و از او به عنوان یک نمیدونم تعبیر شبیه آریو برزن ایران نام میبره که مرزهای ایران رو امن کرد در برابر داعش، این موجب شده که اون احساس برگرده و الان آقای ترامپ میشینه خوش تعامل میکنه که به هر حال اون شکافی که ما دیده بودیم اینجا یه جوری ترمیم شده. حتی ملی‌گراها، حتی کسانی که لایق باشن. ولی آقای علیزاده چقدر قابل تعمیمه؟ فرضاً یعنی بر فرض که در این مراسم 8 میلیون 10 میلیون نفر هم شرکت کردن در همه شهر، باز حدود 10 15 درصد جمعیت ایران، آیا واقعا میشه اینو تعمیم داد به کل جمعیت ایران و بگیم که اون شکاف ترمیم شده؟ قطعا نمیشه تعمیم داد. ما مسلما اون بخشی که ساکت بودن به میان نیامدن، ما حتما نمیتونیم تعمیم بدیم به 82 میلیون نفر. در این حال که میتوانیم تعمیم بدهیم به منطقه، این رو هم نمیشه فراموش کرد. شما میبینید در عراق چه واکنشی داره، شما پیام بسیار تند و بسیار سختی که حسن نصرالله، اصلا شما نگاه کنید چرا حسن نصرالله خودش رو وارد معادله کرد که انتقام رو من میگیرم، اینکه این رو هم از این زاویه میبینیم. و بعد ضمن اینکه نگاه کنید ارتش آمریکا به رغم اینکه مانند یک فیل قوی قدرت و قوی پنجه هستش، در این حال هم به همون ابعاد و بزرگی در جلوی چشم هستش. قدرت ضربه زدن به او در حق اقصای نقاط به صورت ایزایی، بیا تأکید میکنم به صورت ایزایی، بسیار زیاده. حالا شما فرض، مثلا یه مثال خیلی پرت میزنم، در فیلیپین یک تبعه آمریکایی، دیپلمات آمریکایی چیزی در اونجا کشته بشه، حالا چقدر شما میخواید اونو بچسبونید به جمهوری اسلامی و اتفاقی بیفته، اما در آمریکا آسیب میزنه به آقای ترامپی که زیر استیزا هم رفته. از من فکر میکنم به دلیل اینکه آقای ترامپ ملاحظه جدیدی رو داره، با چشم خودش میبینه، بالعیان داره میبینه که یک اونجور هم که فکر میکردش ملت و منطقه از کنار این خون به راحتی نمیگذرن، پس باید تجدید نظر کنه. اگر او هم تشدید بکنه، بله میتوانه ایران رو آسیب بزنه، 52 که نه 520 منطقه رو هم بزنه، اما دیگه مثل میشه زنبور چیز کندوی زنبور عسل رو شما منفجر کرده باشید، برای آمریکا دیگه امنیتی در هیچ جا باقی نمیمونه. و این رو بالعیان میشود حس کرد در حتی همین اروپا، حتی میدوند در شاخت و نقاط دنیا، و اساسا دیگه کنترل دست آقای ترامپ هم در میره که او همه این کارها رو برای دور خودش انجام میده. در نتیجه به رغم اینکه ما شاهد خون طلبیدن هستیم، من هنوز میبینم ضربان عقل و خردگرایی در درون همین حاکمیت وجود داره. موضوع رو میخوام کنترلش بکنم. ما تجربه جنگ 8 ساله داشتیم که جنگ تا رفع فتنه از عالم، خطر فتنه از عالم، از این شعارها میدادن اون موقع. الان هم مشابه همون شرایط قرار گرفته. کسایی که جنگ رو تجربه کرده باشن میدونن در ایران داره چه اتفاقی میفته، ولی در نهایت هنوز قدرت دیپلماسی مهم است. قدرت دیپلماسی در زمان بحران هاست که خودش رو نشان میدهد و این قدرت دیپلماسی میتوانه پشت پرده کار بکنه. پس شما فکر میکنید که قدرت دیپلماسی کماکان پشت پرده در جریان، یعنی فکر میکنید که اون صحبتی که آقای خامنه‌ای کرده بود که نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشود، کماکان با وجود کشته شدن قاسم سلیمانی سر جاشه؟ حتما میتوانم. من اعتقاد دارم که میتوانه، باز بنابر یک اصل پذیرفته شده که حفظ نظام از اوجب واجب. ببینید امروز و فردا و پس فردا دیر یا زود این حرارت خواهد خفت
اما اون شکم گشته و نان گرسنه نان نبوده در سینه سفره مردم باز خواهد کرد، اون مسائل باز خواهد کرد. اونجا دیگه نمیتونید شما باز مردم رو بخواید بگید که آقا نون نداریم، غذا نداریم، بهداشت نداریم، همه اینها باز خواهد گشت. این شرایط که دولت ایران ازش بهره بگیره، لحن آقای ظریف عوض بشه در مذاکراتی که به هر حال خواهد نشستش و بعد بگه که اگر مسئله تشدید بشود کنترل از دست ما هم خارجه، برای شما هم از کنترلش خارج خواهد شد. خب اینها به هر حال پیام داره. شما نگاه کنید یک نکته بسیار مهم، چرا در کل رهبران جهان جز آقای نتانیاهو کسی به آقای ترامپ تبریک نگفت؟ چرا آقای جانسون که میگه بله آقای سلیمانی یه تروریست بود، کلی اعصاب ما رو به هم ریخته بود، چرا آقای تان جانسون نمیگه بله آقای ترامپ دست مریضا کار خوبی کرد؟ چرا فرانسه نمیگه؟ چرا آلمان نمیگه؟ چرا متحدین آمریکا؟ تنها کسی که به آمریکا احترام تحسین و تمجید و تقدیر ازش به عمل فقط آقای نتانیاهو. یعنی سیاستی که آقای ترامپ برگزید منزلی شده است در دنیا، جز یک کشور فقط شما از شما حمایت بکنه. و حالا در درون خود آمریکا میبینید صداهای معارض به خیابان آمدن که ما جنگ نمیطلبیم، کنگره مخالفت کرده، حزب مخالفه. یعنی اینطور هم نیست که آقای ترامپ مبسوط و لیت باشه و بتواند هرچی انجام بده. اونم در عرض 10 ماه آینده چطور میتونه مسئله رو جمع کنه؟ از این رو شاید به این نتیجه برسد، این جمعیت میلیونی عظیم رو هم دیده، منطقه پرآشوب و ملتهب رو هم دیده، به این نتیجه برسد که میبایستی یک مقدار فتیله رو پایین بیاره. ببینید شما نگاه کنید، از آقای ظریف که پیام میدهد که به یونسکو که زدن مناطق فرهنگی، تا خانم فرح پهلوی که میگه اینها میراث باستانی، هر دوی اینها به یه نقطه مشترک میرسن. رقم بعد بعیدی که بین این دو نفر هست، شما نگاه کن اقدامات آقای ترامپ، سوالان افسار گسیخته او باعث شده که نیروهای ملی، مذهبی، لائیک، غیر لائیک، حتی اپوزیسیون، بخشی از اپوزیسیون خارج، همه اینها در اتحاد برای خاک ایران به یه نقطه مشترک برسن. و این نقطه میتونه برای یعنی در واقع آقای ترامپ با اقدام خودش موجب ترمیم شکاف ها شده. بله، این معنای بسیار مهمی داره. پس بنابراین او میبایستی سیاست خودش رو تعدیل کنه و من بعید نمیدونم آقای خامنه ای و اصلا نظام جمهوری اسلامی پشت پرده همیشه صحبت های و مذاکرات با ایالات متحده، این جمله آخرام رو با این خط خوان که حتی خود من در مقطعی از اینجا شاهد گفتگوهای ایران و آمریکا بودن، در صورتی که خودم در زن اقام دیپلمات میدونم که چجوری پس ما سیاست اعلامی مونیست که با آمریکا مذاکره نداریم، ولی عملا وارد مذاکره هست. این یک امر پذیرفته شده در سیاست جمهوری اسلامی بوده، هست و خواهد. آقای علیزاده لطفاً با ما بمونید. دو نفر از مخاطبان ما از کرمان از مشاهداتشون از تشییع جنازه قاسم سلیمانی و چگونگی برگزاری اون گفتن رو ببینیم، برمیگردیم. مردم در میدان آزادی و خیابان‌های اطراف حضور داشتند تا پیکر رو تشییع کنند به سمت مسجد صاحب الزمان. طول مسیر حدوداً 20 کیلومتر مردم در انتظار پیکر شهید قاسم سلیمانی بودند. تجمع زیادی در ابتدای خیابان بهشتی سمت میدان آزادی مردم حضور داشتند و عزاداری و سینه زنی می‌کردند و مسیر رو شروع میکنه به تلیخ کردن. متاسفانه به دلیل تجمع و حضور بیشمار مردم در کنار خیابون در پیاده روها، موج جمعیت به مردم فشار میاره و افرادی که در ابتدای خیابان بهشتی مستقر بودن در اثر موج جمعیت دچار حادثه میشن. ما حدودم تا این محل 100 متر فاصله داشتیم. ما خوشبختانه در ابتدای کوچه بودیم، تونستیم خودمون رو به داخل کوچه برسونیم. با حرکت ماشین و رفتن، موج و ازدحام در بین مردم کم میشد. مسیری که برای این حرکت در نظر گرفته بودن یک مسیر تنگی بود و پیشبینی میشد همچین اتفاقی بیفته با توجه به ازدحام جمعیتی که دیروز در تهران وجود داشت، این انتظار می رفت. اما بدون در نظر گرفتن این مسائل اومدن این خیابان رو برای ازدحام در نظر گرفتن
و این اتفاق افتاد. مسیر کاملا یک طرفه بود، هیچ راه برگشتی برای مردم وجود نداشت، همچنین کوچه‌های اطراف هم به دلایل متفاوتی بسته بود و مردم راه خروج نداشتند و خیلی ها اطلاع نداشتند که باید چجوری از این جمعیت خودشون رو بکشن بیرون. بیننده ویژه برنامه بی بی سی فارسی درباره مرگ قاسم سلیمانی، کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس هستید. مراسم بزرگداشت او در کرمان در جریان، اما به دلیل ازدحام جمعیت مسئولان میگن که به تعویق افتاده، خاکسپاری او و تاریخ رو بعداً اعلام میکنند. گزارش های منتشر شده مبنی بر این که 35 نفر زیر دست و پا جونشون رو از دست دادن و 48 نفر هم مجروح شدن، اما این گزارش از جانب باشگاه خبرنگاران جوان و ما در انتظار گرفتن تایید این خبر هستیم. و ما برای گفتگوی بیشتر تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام هم به ما پیوست. آقای عطابکی، آقای علیزاده هم کماکان با ما هستند. شما چه فکر می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید که خطر درگیری نظامی اونقدر که به نظر میاد نیست؟ اجازه بدید بگم که من داوریم اینه که واقعا یک معجزه میتونه از یک جنگ میان امریکا و ایران جلوگیری کنه. من در حاشیه صحبت‌های جناب علیزاده که البته ایشون سیاست ورز هستن و اهل یقین، اجازه بدید در هیئت یک مورخ و اهل شک این اشاره کنم که شرایط به گونه ایست که به راحتی نمیتونیم با در حقیقت عطف به اون ترجیح بند جمهوری اسلامی برای سالها که حفظ نظام اوجب واجباته، این رو در حقیقت پیش بینی کنیم که نظام میره برای سازش نهایی. چرا که یک پارادوکس اینجا وجود داره. از یک سو قبول داریم که حفظ نظام از منظر جمهوری اسلامی اوجب واجباته، اما از طرف دیگه جمهوری اسلامی تن به تهی شدن از هویت خودش هم نمیده. اگر قرار باشه مذاکره با ایالات متحده امریکا راه رو برای مذاکرات بعدی و گذشت‌های بعدی و سازش‌های بعدی فراهم کنه، اون دیگه جمهوری اسلامی نیست، اون یک موجود دیگه است، یک نهاد دیگه است، یک نظام دیگه است که میتونه اسمای دیگه هم داشته باشه، مثل جمهوری اسلامی پاکستان که البته سردمداران حکومت اسلامی از جمله آقای ظریف بارها و بارها به صراحه گفتن که ما قرار نیست که جمهوری اسلامی پاکستان باشیم، ما رسالت تاریخی داریم در این منطقه و باید به این رسالت تاریخی خودمون عمل کنیم. به هر صورت داوری من اینه که یک معجزه میتونه از این فاجعه جنگ جلوگیری کنه، اما این معجزه چه میتونه باشه؟ اینه که به هر صورت ما در یکی از صحبت‌هایی که به تازگی از فرمانده نیروهای مسلح ایران شنیدیم، اشاره داشتن، ایشون گفتن که به نقد ما صاحب یک پیروزی بزرگ هستیم و اون هم اینکه مجلس اولیای عراق رأی به خروج نیروهای ایالات متحده امریکا از عراق داده. این بسیار بسیار برای ما پیروزی بزرگه. اگر اشتباه نکنم در حقیقت دارم به مضمون این رو روایت میکنم، نه به تصریح واژه ها. به هم صورت من گمان میکنم اگر در روزهای آینده ما شاهد این باشیم که خروج نیروهای ایالات متحده امریکا به دعوت پارلمان امریکا عراق نوعی تعبیر بشه از سوی جمهوری اسلامی که این پیروزی رو به دست آورده و روی این بتونه کار بکنه، شاید بتونه برخی از خواستای تلمبار شده ای که امروزه میان سرداران جمهوری اسلامی، سرداران سپاه و همینطور کارگزاران سیاسی جمهوری اسلامی برای انتقام گیری از ایالات متحده امریکا وجود داره و همینطور این افکار عمومی بسیار بسیار تهیید شده رو بگیره. نکته دیگه هم کوتاه اینجا اشاره کنم در حاشیه جناب صحبت‌های جناب علیزاده، اینی که این انبوه مردم در حقیقت که به خیابان اومدن جای تردید نیست و در حقیقت همدلی که جناب علیزاده اشاره میکنن بهش، به درستی اشاره میکنن، به نظر من یک عقلانیتی رو میخوان ایشون در طلبش هستن که در حقیقت نشون بدن. اما داوری من این است که اونایی که به جنگ میرن صاحب عقلانیت نیستن، قرار نیست.
با عقل حرکت کنند. اگر اینطور بود که جنگی صورت نمی‌گرفت. حالا آقای عطابکی، آقای کسانی که در خیاب عدم عقلانیت رو می‌بینیم و از نگاه من، از منظر کسانی که در ایالات متحده آمریکا به جنگ محتمل با ایران نشستن، میلیون ها آدم به خیابان آمدن و نیامدنشون در حقیقت آنچنان مهم نیست. ولی فکر می‌کنید کسانی که در خیابان آمدن در پی جنگ طلبی بودند یا اینکه در پی صلح؟ به داوری من واقعا خیلی مشکله که در حال حاضر اشاره کرد که این انبوه جمعیت آمدن آیا پارکاب نظام هستند، آیا برای جنگ طلبی آمدن، برای صلح آمدن و تا چه اندازه میتونن بمونن. ببینید، ما رویدادهای بسیار شگرفی در تاریخ داشتیم، هم در تاریخ خاورمیانه، هم در تاریخ ایران، هم در تاریخ اروپا، که میلیون میلیون آمدن تو خیابون به دعوت حکومت‌هاشون با خواستای بسیار بسیار معیج. اما اینها در یک دوره بعدی، بلافاصله بعدی، پای کار نبودند. فراموش نکنیم که صدام حسین در زمان حکومتش بارها بارها تظاهرات هزاران نفری، صد هزار نفری، نمیخوام بگم میلیونی، در بغداد برپا کرد. اما دیدیم وقتی که صدام سقوط کرد، نیروهای ایالات متحده امریکا به عراق وارد شدن، مردم در حقیقت مردمی که در حقیقت جان به لب رسیده بودن با آثار باقی مانده از صدام چه کار کردن. حافظه تاریخی ما فراموش نمی کنه. همون آدم هایی که پارکاب صدام قلم داد می شدن، خودشون رو سرباز بعث می دونستن، سربازی که تا به آخر با بعث خواهند بود، در حقیقت در یک طرفت العینی جبهه عوض کردن، از جبهه به جبهه دیگه رفتن. بنابراین این در حقیقت جماعت در تاریخ نقشی داره که نمیشه درباره روانشناسی جمعی این جماعت به راحتی قضاوت کرد و جای تردید و شک بسیار است. آقای علیزاده، شنیدید صحبت‌های آقای عطابکی رو؟ همزمان امروز علی شمخانی صحبت کرده که راجع به 13 سناریوی انتقام دارن مذاکره می‌کنند در درون حاکمیت، و همچنین علی لاریجانی از اختصاص 200 میلیون یورو برای جبهه مقاومت صحبت می‌کنه. فضاییه که به نظر میاد همه در پی انتقام و جنگ طلبی دارن پیش میرن. برداشت آقای عطابکی هم اینه که به نوعی به نظر میاد که به هر حال انتقام ناگزیره. ببینید، ما باید احتمالا یک دوره یک جمهوری اسلامی شناسی رو مرور کنیم تا ببینیم که جناب عطابکی درست میگویند یا بنده درست میگویم. اختلاف ایران و آمریکا حوزه ای از حوزه های تنش در ریل پالیتیکس هست و در ریل پالیتیکس جایی برای معجزه نیست. در ریل پالیتیکس جایی برای خردگرایی است. اینکه آیت الله خامنه ای هنوز پس از قتل سردار سلیمانی که در عزای او گریست، بر جام را آتش نزده است، این مبنایی است برای همون اگر معجزه میخوان ایشون رو بین مبنای معجزه بدن. اگر از من میپرسه این مبنای خردگرایی است. اینکه دو کشور افغانستان و عراق در دو سوی ایران با خون جوانان آمریکایی و پول تکسپیرهای آمریکایی از لوس وجود طالبان و صدام حسین پاک شد و اینک این دو کشور با جمهوری اسلامی که هدف ایالات متحده قرار گرفته است همدردی میکنند، این یعنی همون معجزه. اگر که نگاه کنیم به آقای بن سلمانی که در با صراحت تمام گفته بود توپ رو به زمین ایران خواهیم انداخت، و حتی اگر یادتون باشه یک بازی کامپیوتری رو هم این کشورهای عربی درست کرده بودن که در اونجا به ایران حمله کنند شود، و سردار سلیمانی در اون صحنه به حالتی که دستاش می لرزید و اینها کشته می شود، اسیر می شود، کشته می شود. چگونه است که بن سلمانی که 400 میلیون میلیارد دلار خرید میکنه از ایالات متحده، امروز یک کلمه نام پاکان در تأیید سخن آقای ترامپ بر نیامده است؟ چگونه هستش که ما میبینیم از رهبران دنیا، همونطور که پیشتر گفتم، احدی به تأکید میگم در اینجا بسیار باید تحمل کنیم، احدی به حمایت از آقای ترامپ بر نیامده است؟ اون معجزه تحقق پیدا کرده. آنچه که من بسیار نگران هستم، من به نظر من این مواردی که شمردم
دستاوردهایی بوده که جمهوری اسلامی به دست آورده، اون چهره بد و شکل مزننده‌ای که در منطقه در جهان پیدا کرد، الان جمهوری اسلامی در موضع مظلومیت قرار گرفته، مظلومیتی که حتی شما می‌بینید بعضی شهروندان آمریکایی دارن باهاش همدردی می‌کنن. شما نگاه کنید دیلی شو رو نگاه کنید، آقای تریور نوآ برنامه درست کرده که میگه آقای ترامپ تو داری چه می‌کنی بر سر این مملکت، و این موج ضد جنگ طلبی حتما در آمریکا بالا میگه، به یک شرط، به شرط اینکه اون عقلانیت، اون ضربان عقلانیتی که من میبینم این هیاهوها و سر و صداها و اینا، من میبینم اون هیاهوی ضربان عقلیت رو، این موجب نشود ایران دست به اقدام افسار گسیخته بزنه که بازی برگرده به نفع آمریکا. ابزار کنید سازمان ملل رو در دست داره، ناتو رو در دست داره، قدرت اتمی هست و و و و ایران در موضع مظلومیت میتوانه خودش رو برپا نگه داره و میتوانه جلب آرا بکنه. اگر امروز جمهوری اسلامی به همین سازمان همکاری اسلامی مراجعه بکنه و من پیشنهاد میکنم مراجعه کند، اگر به همونجا مراجعه بشه شما مطمئن باشید همین سازمان کنفرانس اسلامی به نفع ایران یه رأی مطلوبی خواهد داد. اگر به مجمع عمومی مراجعه کند نظر مثبتی رو خواهد گرفت. این موقعیت مظلومیتی که ایران داره و جایگاه سست و لغزانی که ایالات آقای ترامپ در ایالات متحده در این سنوات آخر که استیزاه شده است، یعنی یک جمهور مفتضحی در آمریکا هستش. و این جمله آخر هم اشاره کنم، و این که شما میبینید در ایران اون ضربات عقلانیت رو شما میبینید، در مقابل متحیر کننده است، متحیر کننده، مغز انسان آتش میگیره وقتی میبینید شما ضربان عقلانیت در رئیس جمهور آمریکا تا اونجا تنزل پیدا میکنه که یه روز میاد میزنه شما میزنه یا میگه اقدامات نامتناسب انجام میده. اینها واژه های خطرناکی است که او داره استفاده میکنه. البته آقای علیزاده به نظر میاد که واژه های خطرناک رو در بین دیپلمات های ایرانی، دیپلمات های کارکشته ایرانی هم میشنویم و لحن فرزند جواد ظریف بیشتر و بیشتر شبیه به فرماندهان سپاه میشه. اجازه بدید که بشنویم صحبت های آقای سلامی و آقای ظریف رو، برمیگردیم و درباره شباهت لحن این دو بیشتر صحبت کنیم. آمریکا با ترور یکی از مقامات ارشد نظامی ایران باب روش‌هایی را باز کرده است که دیر یا زود گریبان خودش را از شرق تا غرب عالم خواهد گرفت. اما در یک جمله، پایان حضور شرور آمریکا در منطقه غرب آسیا آغاز شده است. این بار قمار بزرگی کردند و بدانند وعده الهی تخلف ناپذیر است که حق پیروز است. صحبت های محمد جواد ظریف بود، وزیر خارجه. حالا بشنویم صحبت های حسین سلامی، فرمانده کل سپاه رو. حرف آخر را اول میزنم، انتقام میگیریم سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید. سپهبد شهید ما، معمار شکست های چهار دهه پی در پی آمریکا از مسلمانان عالم است. شهید قاسم سلیمانی، از قاسم سلیمانی برای دشمن خطرناکتر است. آقایون تورج عطابکی و حسین علیزاده کماکان با ما هستن. آقای عطابکی، شنیدید صحبت های محمد جواد ظریف و حسین سلامی رو، و میدونیم که شبه نظامیان شیعه نزدیک به ایران در عراق هشدار دادن که نیروهای آمریکایی باید مناطق نظامی رو ترک بکنند، تهدید کردند. فکر میکنید که در چنین فضایی حتی یک برخورد کوچک نظامی، چه در عراق چه در هر کشور دیگه در منطقه، آیا چیزی هستش که دونالد ترامپ بتونه چشم شو بهش ببنده؟
ببینید، همونطور که شما به درستی نشون دادید در گفتار آقای ظریف و آقای سلامی، اینها همه شور بود. من واقعا آقای علیزاده رو دعوت میکنم توجه کنن که در این بیانات شعور خالیه، جای شعور نیست اینجا، همه شور و شور و شوره. بنابراین نگاه که بکنیم در این فضایی که ایجاد شده، من اشاره کردم که یک معجزه میتونه جلوگیری بکنه از یک اتفاق ناگوار که به یک جنگ بسیار بسیار هولناک منتهی نشه. ببینید، ایران نیروهایی داره در منطقه که سالها روشون حساب کرده و سازمان داده اینها رو، و اینها میتونن مستقل دست به عملیاتی بزنن که مستقل از تصمیم گیری تهران این کارها رو انجام بدن و دودش در حقیقت به چشم تهران و به چشم ایران بره. یعنی شما نمیتونید در حقیقت نوعی مهندسی کنید نظام خودتون رو و شبکه های گسترده خودتون رو در خاورمیانه که همیشه بتونید این قادر باشید، توانا باشید برای همیشه و در تمام لحظات اونها رو زیر کنترل خودشون داشته باشید. یک عملیاتی که متأثر از این شوری که امروزه ما در ایران میبینیم و در آقای علیزاده اشاره کردن در عراق میبینیم، میتونه در حقیقت جرقه‌ای باشه بر این انبار بارود و تبعات بسیار هولناکی داشته باشه. ببینید، آنچه که من اشاره داشتم بر اون صحبت پیشینم اینه که جمهوری اسلامی اگر بخواد به این بیاندیشه، یعنی باید تن بده به سازش های بسیار بسیار کلانی در رابطه با ایالات متحده امریکا، نه تنها به صراحت اعلام کنه که در پی جنگ نیست، در پی سازشه، بلکه گام های عملی هم در این راستا برداره. اینجا زمان برای تلویح و در حقیقت صحبت‌های دو پهلو نیست. اینجا دورانی رو ما داریم پشت سر می‌ذاریم که سیاست ورزان باید به تصریح حرف بزنن و اشاره بکنن که نگاهشون به رابطه‌های روابط بین الملل از چه دسته و کجا می‌خوان برن و چه گام‌های عملی می‌خوان بردارن. حتی میتونه این اشارات در حقیقت به شکل خیلی آشکار و رو هم نباشه، بگن که ما میخواییم فردا بریم با آقای پومپئو بنشینیم اینجا و اونجا صحبت کنیم، اما میتونن بگن که ما گفتگوهایی رو در پنهانی در حقیقت بدون حضور ارباب جرائد آغاز خواهیم کرد که نقطه پایانی بر این تنش‌ها بذاریم. این میتونه در حقیقت آغازی باشه بر اون فرایندی که من اشاره کردم که معجزه‌ای باشه برای اینکه ما به سوی جنگ داریم. در غیر این صورت من بعید میدونم که این وضعیت ما رو به سوی جنگ نکشون. آقای علیزاده، جنبندی نهاییتون رو بشنویم. بله، ببینید، موافق هستم. اون چه که میبینیم شور است و شور است و شور، اما این چنین هست نیست که ما شعور رو نمیبینیم. همچنان که گفتم، در زمانی که آقای خامنه‌ای گریست بر سردار سلیمانی اما برجام رو پاره نکرد، حتی در بعضی محافل داخلی شنیدم که به من گفتن که وقتی موج انتقادات بالا گرفته میگویند که سردار سلیمانی کشته برجام است، کشته نرمش غیر قهرمانان است. این حرفا الان تو ایران مطرح هست. پس همون آقای خامنه‌ای که در یک روز آمد به نرمش قهرمانانه در مقابل ایالات متحده، شیطان بزرگ، نام سلطه و امثال این عناوین رو انجام داد، او قویاً داره به مسئله حفظ نظام خودش میاندیشه. اون هم در شرایطی که خود او هم به هر حال دوران پایان زندگی خودش میاندیشه، در شرایطی که کشور هنوز رهبر بعدیش معلوم نیست در چه وضعیتی است و اختلافات درون نظام هم بسیار بالاست. من گفتم که قدم خون شهید خون سردار سلیمانی موجب التیامی شده است از شرق تا غرب ایران رو، از برخی اپوزیسیون تا داخل ایران رو به هم رسانده، اما این التیام قوی نیست. من با جناب عطابکه بسیار همسو هستم که یک حادثه دیگر در گوشه دیگر حتی به نام ایران هم مرتکب نشده باشه میتوانه صورت مسئله را عوض بکنه، اما اینطور نمیتوانم به صرافت بگویم که در تمام آن شرایطی که میبینیم صرفا شور است و شعور نیست. ببینید، این جمهوری اسلامی ایران 8 سال جنگ
ایران رو تحمل کرده، کسانی که اون جنگ رو بودن دیدیم، ما با حضور داشتیم، لمس کردیم، دیدیم که در اونجا بلند پروازی های ایدئولوژیک فایده نداشت و بعد منجر میشود رهبر جام زهر رو بنوشد. و اونها درس هایی است که دیپلماسی ایران آموخته. الان دیپلمات های قوی داریم و اینک خود آقای خامنه ای در شرایطی هستش که می تواند امتیاز بگیرد در موقع مظلومیت قرار گرفتن. اینها همه شرایطی است که اگر این گرد غبارها بخوابد می توان امید داشت که دیپلماسی همینک هم کار خودش رو بکند، اگرچه به قویان اعتراف دارم که شرایط بسیار خطیر و بسیار تنگ شده و شرایط برای اینکه جنگی در بگیرد بالاست، اما می توان در همین زمان حال حاضر هم اقدام عاقلانه را انجام دهد. بله آقای عطابک، جمع‌بندی کوتاه و نهایی شما را هم بشنویم. من فقط از تمام دوستانی که به تحلیل شرایط ایران میپردازن تقاضا میکنم، یعنی فکر میکنم چون این باید بهتر باشه که از منظر رویدادهای ایران به این مناقشه نگاه نکنن، خودشون رو جای سیاست ورزان و افکار عمومی ایالات متحده امریکا و دیگر مقاطع جهان بذارن. هر چقدر ما جهانگیرتر، گلوبالتر به مسئله در حقیقت تنش بین ایران و امریکا نگاه کنیم، به فهم بهتری خواهیم رسید. مظلوم نمایی آقای خامنه ای، اشک ریختن ایشون، انبوه جمعیتی که اومدن، منظر در حقیقت یک خانشی است، خانشی که متکی بر نگاه ایرانی هاست یا از زاویه از دریچه نگاه ایران. اما از دیگر سو اگر نگاه بکنیم، افکار عمومی در ایالات امریکا تا چه اندازه وقعی برای این اشک ریختن خواهد گذاشت و به این انبوه جمعیتی که به خیابان اومدن. فراموش نکنیم در تاریخ آنگاه امریکا، ایالات متحده امریکا خم کرد و سر خم کرد و قبول کرد گذشت رو و تسلیم رو، که یک افکار عمومی بسیار قوی در کشورش، جنگ ویتنام مرادم هستش، پشت تصمیم گیری در حقیقت ایالات متحده امریکا آمده بود. ما در حال حاضر در صحنه، در سپهر سیاست ورزی امریکا یک نوع اجماعی داریم که برای 40 سال ایران رو در مقامی گذاشته با تبلیغاتی که شده به عنوان کسی است که در نظامی است که تمامیت منافع ایالات متحده امریکا رو در بسیاری از نقاط جهان داره تهدید میکنه. متشکرم. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی، و حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر سیاسی. ممنون از هر دوی شما. و اما اجازه بدید که سری بزنیم به کرمان، جایی که مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی قرار بوده درش برگزار بشه، اما به گفته مقام‌های مراسم فعلا به تعویق افتاده. به گفته مقام‌ها علتش ازدحام جمعیت بوده. قرار شد که تاریخ خاکسپاری بعدن اعلام بشه. همزمان رئیس سازمان اورژانس ایران به تلویزیون دولتی ایران گفته که تا این لحظه 32 نفر جانشون رو به دلیل ازدحام جمعیت از دست دادند و 190 نفر هم مصدوم شدند. پیشتر باشگاه خبرنگاران جوانان شمار کشته‌ها رو 35 نفر اعلام کرد، اما رئیس سازمان اورژانس ایران میگه که این تعداد تا این لحظه 32 نفره. اما سام فرزانه، خبرنگار ما از واشنگتن، به ما پیوسته. سام، در آمریکا چه خبر؟ اینجا یکی از مسائلی که خیلی آمریکایی‌ها، رسانه‌های آمریکایی بهش دارن می‌پردازن، مسئله‌ای که آقای ظریف نتونسته ویزای لازم رو برای شرکت در جلسه سازمان ملل بگیره، جلسه ای که به مناسبت 75 سال منشور ملل متحد بوده. و آقای ظریف اینطور که در گفتگوهای خودش در تهران این رو بیان کرده، از مدت‌ها پیش تقاضا برای ویزا رو هیئت نمایندگی ایران به آمریکایی‌ها داده بودند و آقای ظریف گفته که این دعوت به این در واقع سفر به دعوت تایوان بوده که ریاست دوره‌ای شورای امنیت رو به عهده داره، و گفته که این در واقع قرار نبوده بره اونجا و درباره مسئله مربوط به کشته شدن قاسم سلیمانی صحبت بکنه. او گفته که اصلا تمام این دعوت زمانی انجام شده بوده که کل این اتفاقات نیفتاده بوده، بنابراین برای این نمیخواسته بره. آمریکایی‌ها گویا به اونها گفتن که فرصت کافی برای بررسی مدارک رو نداشتن، که آقای ظریف میگه که این خیلی قابل باور نیست. از او هم
همچنین پرسیده شده که آیا مثلا فکر میکنید که یک همچین چیزی مثلا عجیبه، که آقای ظریف میگه که بله این طبق قوانین بین المللی که وجود داره که آمریکا متعهد بوده به خاطر اینکه میزبان سازمان ملل متحده ویزا رو به اعضا و هیئت‌های نمایندگی اعضا بده که بتونن بیان به خاک آمریکا و اونجا در جلسات شرکت بکنن. اما در ضمن آقای ظریف از این فرصت استفاده هم کرده و یک جور میشه گفت که نیش خودش رو هم به آمریکایی‌ها زده و گفته کشوری که تهدید به مثلا جنایت جنگی میکنه، کشوری که یک چنین عملیاتی رو انجام میده علیه یکی از فرماندهان عالی رتبه یک کشور مستقل دیگه، ازش بعید نیست که مثلا بخواد قانون دیگری رو هم زیر پا بگذاره و مثلا ویزای یک مقام عالی رتبه دیپلماتیک کشور دیگه‌ای رو صادر نکنه برای حضور در سازمان ملل متحد. آقای ظریف یک وعده دیگه ای هم به آمریکایی‌ها داده و اون این که گفته بود که در صورتی که می‌خواست میتونست بیاد به آمریکا، اونجا خب با مقام‌های آمریکایی دیدار نمی‌کرد ولی با اندیشکده‌ها، با در واقع کسانی که از اندیشکده‌ها هستند و روزنامه‌نگاران دیدار می‌کرد و میتونست اونجا صحبت بکنه. گفت که تصمیم داره که از خاک ایران، از درون خاک ایران با مردم آمریکا صحبت بکنه و خب این نتیجهش رو هم امروز احتمالاً بسیاری در آمریکا خواهند دید. گفتگوهای متعددی که داره با خبرنگارهای معدود خبرنگارهای آمریکایی که در ایران هستند الان انجام میده. بحثایی که در روزهای گذشته بعضی از اعضای کنگره مطرح کردن راجع این که دونالد ترامپ باید توضیح بده که این ادعا که علت کشتن قاسم سلیمانی حمله‌ای بوده که او داشته طراحی می‌کرده، اون بحث هم مثل کماکان ادامه داره در کنگره، درسته؟ بحث‌ها کماکان ادامه داره و یک چیز جالب این که بسیاری از منتقدان دولت که از حزب دموکرات هم هستند، اونها سوال می‌پرسن، میگن که وقتی که دولت میگه که یک خطر در لحظه بود، یک خطر آنی بود و این باید این کار رو آمریکا انجام میداد، دقیقاً چی بوده؟ این خطر قرار بود مثلا این عملیاتی که ازش صحبت می‌کنن قرار بود چه زمانی انجام بشه؟ امروز، یه هفته دیگه، یه سال دیگه، این معنی این چیه؟ اما به نظر نمیرسه که دولت فعلا آمادگی این رو داشته باشه که بخواد اطلاعات بیشتری رو در اختیار نمایندگان کنگره قرار بده و صرفا آقای ترامپ سعی کرده در گفتگوی کوتاهی که دیروز داشته با یک شبکه، با یک برنامه رادیویی، سعی کرده که از مردم آمریکا بخواد که به او اعتماد بکنند و به دستگاه‌های امنیتی و به این که آقای ترامپ میگه دستگاه‌های امنیتی به این نتیجه رسیده بودند که قاسم سلیمانی میخواد یک برنامه خیلی بزرگ علیه مواضع آمریکا طراحی بکنه، گفتن که آقای ترامپ توصیه‌اش اینه که به اونها اعتماد بکنیم و هنوز مثل اینکه نمیخواد صحبتی بکنه که چرا این تصمیم رو گرفتن. مسئله دیگه ای هم که آمریکایی‌ها باش دارن دست و پنجه نرم میکنن از دیروز بعد از ظهر که آخرین بار با هم صحبت کردیم، درباره این نامه‌ای هست که میگن که ارتش آمریکا داده برای خروج نیروهای این کشور از عراق و این هم یکی دیگه از مسائل داغیه که در آمریکا هست و رسانه‌ها این رو به عنوان یک بحران در درون حکومت آمریکا دیدن که انگار دچار یک آشفتگی شده و معلوم نیست که چه برنامه‌ای دارن، چون نامه‌ای که فرستاده شده بود به در واقع حکومت عراق، گفته میشه که این نامه توسط نیروهای آمریکایی نوشته شده بود، اما مثلا نهایت تصمیم گیری و نتیجه تصمیم گیری سران دستگاه نظامی آمریکا نبوده. بله، متشکرم سام فرزانه، خبرنگار ما در واشنگتن. بیننده ویژه برنامه بی بی سی فارسی درباره کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس هستید. مراسم امروز در کرمان قرار بوده برگزار بشه، مراسم خاکسپاری او. تصاویری که می‌بینید تصاویر پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان ایران. علت اینکه ما از این تصاویر استفاده می‌کنیم اینه که بی بی سی فارسی امکان حضور در ایران و گزارشگری رو نداره و ما به ناچار مجبوریم از پرس تیوی استفاده بکنیم و دیگر
دیگر رسانه‌های مستقلی هم که در ایران هستند، ایران به آنها رو محدود کرده و بی بی سی فارسی اجازه استفاده از تصاویر اونها رو هم نداره. در نتیجه این تصویر تصویریه که زاویه دوربین پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان دولتی ایران در حال پخشش هست. بنا به گفته رئیس اورژانس ایران در گفتگوی با تلویزیون دولتی این کشور، تا این لحظه 32 نفر در کرمان به دلیل ازدحام جمعیت جونشون رو از دست دادند و 190 نفر هم مصدوم شدند. به دلیل ازدحام مراسم خاکسپاری فعلا تعویق شده. گفتند که تاریخ جدید رو در آینده نزدیک اعلام میکنند. در حالی که وزیر دفاع آمریکا و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور تاکید دارند که هیچ طرحی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق وجود ندارد، اصالت یک نامه از سوی فرمانده آمریکایی نیروهای ائتلاف در عراق تایید شده که در آن به جابجایی‌های اولیه برای خروج از عراق اشاره شده. همکارم نفیسه کوهنورد اینجا در استودیو با ما. نفیسه، خیلی در واقع اتفاق عجیبی بود دیشب. ما هم خبرش رو به شکل خبر فوری کار کردیم، نامه‌ای منتشر شد، تو هم اصالت اون نامه رو تونستی تایید بکنی از جانب ائتلاف، که در اون اعلام شده بود که ائتلاف رهبری آمریکا به عراق اعلام کرده که نیروهاش رو خارج می‌کنه، اما بعد آمریکایی‌ها تکذیبش کردن. یک سری از مسئولان آمریکایی تایید کردن اون اصالت نامه رو، مشخصاً که با امضای جنرال سیلی فرمانده تفنگداران آمریکایی در عراق در بغداد نوشته شده بود و خیلی واضح در همون پاراگراف اول توضیح داده شده بود که این نامه در احترام به درخواست دولت عراق برای خروج نیروهای خارجی از عراق هست و توضیح داده شده بود به فرمانده ستاد مشترک نیروهای عراقی که قراره از این به بعد به ترتیب این خروج شروع بشه برای در یک بازه زمانی. و حتی جالبه که تاکید شده بود که قراره به خاطر همین کار پرواز هلیکوپترهای نفربر نظامی بر بالای منطقه سبز بغداد زیادتر بشه. حتی مدل هلیکوپترها رو گفته بود. دوباره در یک خط پایین ترش گفته بود که این به خاطر همون تصمیمیه که گرفته شده مراحل شروع خروج نیروهای آمریکایی از عراق خواهد بود. پایین هم درست قبل از امضا دوباره همین موضوع تکرار شده و گفته که امیدواریم که همکاری هامون ادامه پیدا بکنه. اول که نامه اومد بیرون، اول عربیش اومد بیرون که من حتی توییتشو عربیشو توییت کرده بودم. وقتی مقایسه میکنین دقیقا همون جملات در نامه انگلیسی هم هست و زیرش اسم این فرمانده هست. یک منبع دفتر نخست وزیری عراق هم دریافت این نامه رو عملا تایید کرد به خبرنگار رویترز دیشب و مشخصا معلوم بود که این نامه واقعیه. اما از طرف آمریکایی ها انگار ظاهرا انتظار نداشتن که این نامه درس پیدا بکنه. اول وزیر دفاع گفتش که نه، چنین چیزی وجود نداره، ما همچین تصمیمی نداریم و رفتن در یک کنفرانس مطبوعاتی. دوباره 5 دقیقه بعدش رئیس ستاد ارتش مشترک ارتش آمریکا برگشت به جلسه مطبوعاتی و گفت نه، یه نامه هست ولی اون نامه پیشنویسه و خیلی بد نوشته شده و منظورش این نبوده که قرار خروجی صورت بگیره. در صورتی که میگم در نامه مشخصا خروج مطرحه و نه فقط جا به جایی. چون ببینید وقتی که قرار باشه خروج نیروهای آمریکایی اتفاق بیفته، این خروج به ترتیب خواهد شد. اول معمولا از پایگاه‌های کوچک نیروها رو جمع میکنن تو پایگاه‌های بزرگتر مثل پایگاه بغداد، مثل پایگاه تاجی یا عین‌العسل انبار و از اونجا به ترتیب میرن به سمت کویت. یعنی اینطور نیست که یک دفعه همه با هم جمع کنن برن. و معلوم بود که این برنامه‌ریزی انجام شده، اما انتظار نداشتن که این نامه، که حد زده میشه که این نامه توسط سفیر آمریکا دیروز در دیدارش با نخست وزیر در حقیقت داده شده به نخست وزیر عراق، و اینکه چرا حالا نخست وزیری تصمیم گرفته یا به نوعی کسی در نخست وزیری اینو درز داده هم
جای سواله. اگر بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم، ممکنه به خاطر این درز دادن که بخوان جلوی هر گونه تحرک گروه‌های مسلح خشمگین هشت شعبی رو بگیرن علیه پایگاه‌های آمریکایی، بگن که اینها دارن خودشون دارن میرن. و جالبه که دیشب برخلاف شب‌های گذشته که ما اینجا و اونجا خبر از موشک پراکنی میشنیدیم از طرف حالا انگشت اتهام به سمت نیروهای هشت بود، دیشب کاملا آروم بود. هیچ اتفاقی در بغداد و مناطق مختلف نزدیک پایگاه‌های آمریکایی نیفتاد. اما در نهایت اصالت این نامه تایید شد و نشان از این که کسانی که در میدان هستند، در بغداد هستند، فرمانده هایی که در بغداد هستند، یک تصمیم رو دارن میگیرن و اجرا میکنن. اونها که در واشنگتن هستند هنوز ظاهرا نتونستن تصمیم کلی بگیرن و یک ناهماهنگی بین اینها وجود داره. به هر حال خبر خیلی خبر بزرگی بود، چه انتشار نامه، چه بعد واکنش های مقام های آمریکایی در عراق، چه واکنشی نشون دادن؟ آیا مقام های عراقی نظری دادن راجع به این نامه؟ سکوت کردن، ولی میگم یک منبع نخست وزیری این رو تاکید کرد. جالبه یک چیز دیگه هم بگم رنا، این نامه اول در شبکه های نزدیک به هشت شعبی منتشر شد و روش بحث کردن، روش مانور رفتن و گفتن در که اینها فارس نیوز منتشرش کرد، بلافاصله گفتن که اینها دارن میرن و خیلی سریع. و به نظر میاد که یک نوع هماهنگی هم وجود داشت حالا بین کسانی که این نامه رو درز دادن، هم به عربیش هم به انگلیسی. ولی خب اونطور هم که من از نیروهای ائتلاف میشنوم خیلی وضعیت دشواری براشون پیش اومد، چون به هر حال این نامه وجود داشته، اصالت نامه هم تایید شده بوده، ولی اولش تکذیب شد، بعد تایید شد، بعد دوباره تکذیب شد، بعد دوباره تایید شد، تا زمانی که سخنگوی ائتلاف گفت فعلا ما هنوز برنامه‌ریزی نکردیم برای خروج، اما خود این نامه رو هم در نهایت تکذیب نکردن. در حال اصل اون قطعنامه مجلس مبنی بر خروج نیروهای خارجی وجود داره و کماکان خواسته در اکثریت شیعه نمایندگان مجلس وجود داره. و جالب اینه که تمام دیدار، اگه نگاه کنیم از دیدارهای دیروز نخست وزیر عراق تا امروز رو نگاه کنیم، یک جمله مدام تکرار شده از طرف دفتر نخست وزیری، از طرف در حساب توییتری تایید شده نخست وزیری هم اعلام شده که نخست وزیر تاکید کرده که خروج نیروهای خارجی حتمیه و درخواست کرده که همکاری دو جانبه صورت بگیره برای اجرایی کردن تصمیمی که در داخل پارلمان گرفته شده. اما آیا این همه این فضا میتونه واقعا این گروه های خشمگین هشت شعبی رو الان آروم بکنه با توجه به این تناقضی که وجود داره بین واشنگتن و نیروهایی که در روی زمین هستن یا نه؟ اون جای سواله. مثلا من میبینم که فرمانده حرکت نوجبا اعلام کرده که در 24 ساعت آینده قرار یک جلسه بزرگ داشته باشن برای متحد کردن محور مقاومت علیه حضور نیروهای آمریکایی. بقیه فرمانده ها هم تاکید کردن که اگر اینها خودشون با پای خودشون خارج نشن، ما مجبورشون میکنیم خارج بشن، که خب شرایط بسیار اضطراری رو داره به وجود میاره. از طرف دیگه خبرهای دیگه ای هم که منتشر میشه در رسانه های عراقی خیلی ها رو نگران کرده، از جمله خبری که شبکه سومریه داده که ما مستقلا نمیتونیم تایید کنیم، مبنی بر این که در پایگاه عین الاسد دارن باند فرودگاه نظامی رو برای بمب افکن های B-52 آماده میکنند که قرار پرواز بکنند اگر هر گونه حمله احتمالی به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه صورت بگیره، که خب این تناقض داره با اینکه این نیروها در حال آمادگی باشن برای رفتن. ولی من مشخصا از داخل پایگاه بغداد میتونم بگم که نیروهای ناتو آماده خروجن، ولی اونها هم هنوز نشستن، با اینکه وسایل ها رو دارن جمع میکنن، هنوز منتظر تصمیم نهایی هستن که ببینن چه اتفاقی میفته. اما به نظر نمیرسه که دولت عراق
بخواد عقب نشینی بکنه فعلا در این مقطع از تصمیمی که گرفته شده. متشکرم نفیسه کوهنورد همکارم در استودیو با ما. اما تصاویر زنده ببینیم از کرمان، جایی که مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی در جریان، البته مراسم دفن به تعویق افتاده، علتش هم به گفته مقام ها ازدحام جمعیت گفته میشه که به دلیل ازدحام جمعیت دست کم 32 نفر جانشون رو از دست دادند و 190 نفر هم مجروح شدن. البته اضافه کنم که این تصاویر پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان دولتی ایران و علت اینکه بی بی سی فارسی از این تصاویر استفاده میکنه که اجازه فعالیت در ایران رو مقام های ایران به بی بی سی فارسی نمیدن.